تسلیت میگم به مردم داغدیده آبادان، خیلی متاسفم کلا برای شرایطی که الان در کشور اومدن. نقد های شما راجبه پروژه C1 بخشیشو من خودم قبول دارم، طبیعتا دیفته اول بود، نمیتونست بدون غلط باشه و همونطوری که اشاره کردیم تمام سعی شده که با هم فکری که تو این سالها میگم من و امیرخان و طهمورس زیاد راجبه این موضوع صحبت میکردیم که چطوری یک پرفورمنس این سبکی رو ببریم رو صحنه و فکر میکنم که ضعف ها تا حدودی پوشش داده شده باشه. استراکچر یا ساختار این کنسرت نمایش بر اساس داستانی هست از حمله مغول که کتاب سوزانی در این حمله اتفاق افتاد و روایتی داریم بر این کتاب سوزی. بیشترشو نمیخوام توضیح بدم چون که حیف لون. علاقه عجیب غریبی به کارگردانی داشته باشم، ولی این پروژه چون یک مقدار ممکنه فرق بکنه و در مورد ایران، در مورد سرزمینه و من همیشه قلبم برای زمین و سرزمین میتپه، خیلی دوست دارم که یک کار مثبتی برای زمین بکنم و در حال عشق به سرزمین به نظر من از عشق به زمین نشأت میگیره. این پروژه هم واقعا در این راستا داره فعالیت میکنه و خیلی خوشحالم که میتونم سهمی داشته باشم در این پروژه. امیدوارم که بتونیم کاری بکنیم که یعنی استقبالشون از این داستان بیشتر بشه، از این فرهنگ و مهرگانی و اینکه به هر حال قطعا من کارگردان نبودم، این اولین کارمه. حالا پروژه رو تا یه جایی پیش بردیم و به نظرم الان خیلی اوضاع خوبی داریم، خیلی من راضی هم از اتفاقی که افتاده و حضور آقای عزتی بسیار برای من دلکم کننده از ایشون. استاد منم، برادر بزرگ منم و امیدوارم که با وجود ایشون و بسیاری از دوستان دیگه که قطعا ازشون مشاوره و کمک میگیرم بتونیم که یک نتیجه خیلی خوبی رو رقم بزنیم. باقی شدن همین برم این شخصا به خاک و از خاک سر برارم، و از خاک سر برارم، سر برارم، سر برارم و پرسم شان تو. همیشه چالش رو همینطوری که تو صحبت قبلا هم گفتم دوست داشتم. شما لطف دارید به من، بله من الان در زمینه‌ای که دارم فعالیت میکنم به لطف خدای بزرگ، به لطف مردم خیلی جایگاه خوبی دارم فکر میکنم. حالا نیاز نیست خیلی در مورد جایگاه هم صحبت کنم، ولی قبلش باید بگم که ممنونم از جناب طهمورس خان و آقا سهراب عزیز که به من لطف داشتن و من رو لایق و شایسته این پروژه دونستن. اما خب برای منم چرا ریسک بزرگیست، برای منم بسیار، خب منم مخاطبای خاص خودم رو دارن که اون استایل موزیک من رو دوست داشتن، اون چیزی که از من شنیدن رو باش خاطر سازی کردن و اون رو از من توقع دارن. حضور در این پروژه همین جوری که برای همه تیم ما ریسک بزرگیست، برای منم هست. البته ریسک که حالا ما با توکل به خدا مطمئنن تأثیر خوبی رو خواهیم داشت و این پروژه رو نتیجه موفقی خواهد داشت. برمان دردا و حسرت ساک شنارم ز دست را، دردا و حسرت ساک شنارم ز دست را، دستم نمیرسم که بگیرم. تئاتر، من فکر میکنم که من چون خودم از تئاتر شروع کردم اصلا جای
پرت و دوری نیست. اگر من حالا بعد از دو سه سال وقت بخوام دوباره توش برم، اصلا سعی میکنم که اون رو هدف اصلی قرار بدم و توی این گروه مطمئنن باعث افتخارم که اینجا باشم، چون من اعتقاد دارم که کسانی که بر اعتقادشون منتظر یک جمعی نیستن و به چیزی که فکر میکنن عمل میکنن و قبل از هر چیز فردیت خودشون رو وظیفه میدونن، برای اینکه اون چیزی که فکر میکنن در مورد وطنشون، در مورد عشقشون به وطن ابراز بکنن، این خیلی برای من قابل احترامه. و اینو من توی این گروه دیدم موقعی که آقای جدیدی جلسه گذاشتیم، اینقدر عشق به وطن توی صحبتاش بود، اینقدر هیجان توی کلام و مفهومی که چیزی که میخواست بگه به مردم بود. باور کنید که خوشحال شدم که اصلا به من گفته و از ته دل افتخار میکنم که توی این کار هست. همه تون به خوبی میدونین که الان قیمت بلیت سینما 45 تا 50 هزار تومن شده و همه تون میدونید که ارزونترین بلیت کنسرت های پاپ که معمولا یک خواننده هست با چند تا نوازنده در کنارش از 200 هزار تومن شروع میشه. ما همه ما به تصمیم جمع، به اتفاق آرا، به این تصمیم رسیدیم که برخلاف جریان آب حرکت کنیم و این امکان رو قرار بدیم که تمامی اقشار جامعه و تمامی کسانی که به هنر، موسیقی، سینما و تئاتر این مملکت عشق می‌ورزند امکان استفاده و حضور در این برنامه را داشته باشند و بلیط‌ها را از 70 هزار تومان شروع می‌کنند.